سلام رفقا، دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید. یه دونه کیس گیمینگ خفن میخوام باکس بکنم، لذتش رو ببرید. فقط کارت گرافیک نداره. قطعا تکراری شده ولی من مسعود هستم و این چنل ویپروه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید و دمتون گرم که من رو حمایت میکنید و من رو سابسکرایب میکنید، ویدیو رو لایک میکنید، واسه هم کامنت میذارید. خیلی دمتون گرم. بریم سراغ آنباکسش تا بهتون بگم که چه چیزایی توش دیدم. احتمال داره یکم سنگین باشه و چقدر کیسش بزرگه. چرخونمش این بریشو ببینیم. این کیس مستر تک جی دی وی است که یه سمتش که نمای داخلی کیس معلومه، مادر بورد و سی پی یو و بقیه اجزای کامپیوتر معلومه، شیشه ای هستش. روبروی کیس رو هم ببینید. البته من یه دوربین بالا دارم که ازش کمک میگیرم و جزئیات رو خیلی خوب بهتون نشون میدم. این نمای روبروی کیس هستش. الان اگر توی دوربین بالا مشخص باشه، یه دونه گردگیر طولی با فریم آهن‌ربایی که این قسمت قرار میگیره که چون سیستم کولینگ حالا از داخل نشون میدم، این قسمت کیس هستش که سی پی یو رو خنک میکنه و حالا پورتایی که مشخصه چه پورتایی داره و دکمه ریستارت و دکمه پاور هم که اینجا قرار داره. من کیس رو بخوابونم که داخلش مشخص بشه کامل 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 دیگه. فکر میکنم الان داخلش مشخص باشه. بریم این در شیشه ای این قسمت رو باز بکنیم. چهار تا دونه پیچ که میذارمشون اینجا. خب این در شیشه ای رو برداریم میذاریم اینجا. فوق العاده است. یکی از اپتیموم ترین حالت های جمع کردن سیستم گیمینگ. اپتیموم به معنی اینکه با بهترین هزینه، معقول‌ترین هزینه، بهترین پرفورمنس و عملکرد رو بتونید تهیه بکنید، بخرید و استفاده بکنید. شاید توی این ویدیوها بتونم ادوایس ها و پیشنهادهای خیلی خوبی بهتون بدم که میتونید ازش بهره ببرید و استفاده بکنید. اول از همه پاوری که برای این سیستم در نظر گرفته شده یه دونه دیپ کول 850 وات. خب که فکر میکنم حتی اگه تا 550 پایین ترم میومد باز ساپورت میکرد. دلیلش رو بهتون میگم. همونطور که میبینید یه مادربورد با طراحی کاملا مدرن، با طراحی کاملا جدید اینجا استفاده شده. مادربورد گیگابایت ویژن Z590G. خب اگه بخوایی مدل مادربوردش رو بزنید، حول خودش قیمتش توی بازار بین 6.5 میلیون تا 8 میلیونه. اینکه این اختلاف وجود داره به خاطر که ما واقعا بازار و مارکت پریشون احوالی داریم و قیمت ها خیلی پرت و پلان و بگردید مناسب ترین قیمت رو پیدا بکنید. ولی دوباره اسم مدل مادربورد رو بهتون میگم و توی کامنت پایین همین ویدیو هم براتون میذارم که چه قطعاتی استفاده شده
که دیگه توی کامنت ها مجبور نباشید سوال بپرسید. گیگابایت Z590 ویژن جی که یه مدل بورد گیمینگ هستش، کاملا مدل و به روز. این مدل بورد LGA 1200 کورای 7 1200 کورای 9 1200 و کورای 9 نسل 11 و 12 که جفتشون LGA 1200 هستن رو ساپورت میکنن. CPU که روی این مادر بورد در نظر گرفته شده، اینو خیلی سریع بگم دوباره برمیگردیم روی مادر بورد، CPU که در نظر گرفته شده یه دونه کوراینان نسل 12 که دیگه کله آدم سوت میکشه توی مارکت فعلی. الان بالاتر از این CPU نداریم، یعنی انتهای CPU که موجود بوده توی بازار روی این کیس سوار شده، روی مادر بورد سوار شده. قابلیت اوورکلاک داره و 5 مگاهرتز در واقع فرکانسش هستش که فوق‌العاده است. سیستم کولینگی که واسش در نظر گرفته شده یه دونه کولر مستر دو کاناله است که دو تا فن داره، تو قسمت بالایی کیس هست. من کیس رو اونجوری بگیرم که دوربین بالا بگیرتش. اما بریم سراغ خود مادربورد. این مادربورد 4 تا SSD NVMe M2 ساپورت میکنه که آخرین تکنولوژی SSD توی بازار فعلی هستش. من اگر بخوام اسلاتاش رو بهتون نشون بدم خیلی سریع بریم سراغ اسلاتاش. همونجوری که میبینید هیچ کدوم از قطعات مشخص نیستن، اسلات های SSD توی این سه قسمت در واقع پنهان شدن. من میتونم درش رو واسهتون باز بکنم. واقعا چرا وقتی چاقو هست آدم از پیشگوشی استفاده کنه؟ این در واقع روکش اسلات رو من بازش کردم. الان همونجوری که مشاهده میکنید دو تا هارد 1 ترابایت سامسونگ SSD 980 ایوو هستش که اینجا قرار داده شده. اما به خاطر که هارد NVMe M2 هستش دیگه من از هارد های SSD ساتا استفاده نکردم، که حالا پورت های ساتا هم اینجا قرار داره که میتونید از هارد معمولی یا هارد SSD ساتا استفاده بکنید، اینجا قرارشون بدید، جاشون تعبیه شده. بعد از اون بریم سراغ رم. یه رم دو کاناله XPG با فرکانس 3600 DDR4 روی سواره که حالا میتونه بعدا روی دو تا کانال دیگه، دو تا رم دیگه قرار بگیره روی دو تا اسلات. اما بعد از این بریم سراغ پورت های منحصر به فرد این مادربورد که فوق‌العاده هستن. این پورت ها برای گیمرها لن خیلی اهمیت داره، سرعت اینترنت که لگ نداشته باشن. پورت گیگ استفاده شده، البته 2.5 گیگ که فوق‌العاده عالیه. از بالاترین سرعت USB روی این سیستم استفاده شده، USB 3.2 که الان دیگه آخرین ورژن USB هستش، 3.2 ورژن 1. دو تا پورت تایپ C که البته اشاره نشده تاندربولت هستن یا نه، که اینها هم 3.2 هستن. پورت مینی دیسپلی برای مانیتور و HDMI و دوباره 4 تا پورت USB 3 و پورت های USB موس و کیبورد که البته گیمرها معمولا از کیبورد و موس سیمی استفاده میکنن. و در انتها سیستم کولینگ که در واقع آب و خنک هستش، آب روی رادیاتور این بالا میگرده، دو فن دوگانه کولر مستر خنکش میکنه. و در نهایت گفتم کیس مستر تک GD200 که LED هم داره، در واقع RGB کالر داره و یه ریموت هم داره که میتونید در واقع RGB کالر فنش رو در واقع تنظیم کنید، کنترل بکنید.
رم ها هم RGB کالر دارن که اونم رنگشون فوق العاده داره، یه جلوی کیس هم همینطور. و هر اون چیزی که من میگفتم رو گفتم و البته اسلات های PCI Express که برای قرار گرفتن کارت گرافیک هستش و میتونید ازش استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که من رو حمایت میکنید و اینجوری من میتونم ویدیوهای بهتری بسازم. تا ویدیو بعدی، بدرود.